الو، ببخشید، من میخوام با یه دکتر صحبت کنم. آقای دکتر، یه خانمی میخواد با دکتر کشیک صحبت کنه. وقت من تمام شده، واسه کنید به اتاقم. الو، بفرمایید چه کمکی میتونم بکنم؟ اسمش نمیتونم کمکی بزنم، اما چند تا سوال دارم. یه لحظه اجازه بدین، یه لحظه. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. من دارم یه داستان میزنم که احتیاج به راهنمایی یه دکتر دارم. بله بله، میتونین حرفتون رو بزنین. قهرمان داستان من یه دختر بسیار است که باید با 9 قرص خواب با خودکشی کنه و بیشتر از اینم قرص نداره. الان اونا رو خورده. آیا این دختر میمیره یا تا صبح از صبح میزنه و بعد به شکلی آدم افلیج گوشه رو بیمارستان میارده؟ چرا صحبت شده؟ صدای من نشده؟ چرا؟ چرا؟ متوجه شدم. ولی قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، میخوام اسم و آدرستون رو به هم بگید. نداره. اشکالی که نداره. شما اسم و آدرس ندارید، چرا؟ نمیدونم. شاید به علت اینکه من آدم کنجکاوی هستم. راستی، یه لحظه به من اجازه میدین که فنجون چایی رو بخورم. داره سرد میشه. چند لحظه گوشی لطفا. مرکز تلفن پلیس. من دکتر بهروزی از بیمارستان رودکی حرف میزنم. یک زن یا یک دختر جوان روی خط بیمارستان داره با من حرف میزنه. این دختر خودکشی کرده، نمیخواد محلشو بگه، در وضع بدیه. لطفاً هر چه زودتر از مرکز تلفن شهر آدرسشو برای من پیدا بکنین. اگه دیر به جنبین اون میمیره. مرکز تلفن شهر، آدرس زنی که با بیمارستان رودکی در تماسه برای ما گزارش کنید. به گوشم. خب، چایتو خوردی؟ سرد شده؟ نه، بد نبود. حیف که نمیتونم تعارفتون کنم. راستی، من شما رو چی صدا کنم؟ چرا اسمتون رو به من نمیگی؟ اسم من سیما. مشکلی رو حل میکنم. منم دکتر بهروزی، علی بهروزی. خوشحالم دکتر بهروزی، اما افسوس. افسوس؟ چرا افسوس؟ سیما خوب گوش کن ببین چی دارم میگم. تو داری با یک دکتر حرف میزنی، نمیتونی اخفالم کنی. تو قرص خواب آور خوردی و خودکشی کردی و حالا در انتظار مردن هستی، درسته؟ درسته دکتر. خدا حافظ دکتر بهروزی. نه، گوشی رو نگه دار، میخوام باهات حرف بزنم. خانم. بله آقا. داد نزن. سیما، چرا این کارو کردی؟ خودکشی دیوونگیه. خیلی زود به هم جوش شدیم، خیلی زود دوست شدیم. جوری به مگه نه؟ دوست شدیم؟ منظورتو نمیفهمم. آخه یه لحظه دیگه شما هم دعوا کردیم، حالا فهمیدی؟ بله بله فهمیدم. ولی اگه ما با هم دوست شدیم، تو باید آدرس محل تو، یعنی اون جایی رو که هستی، به من بگی. اینا از من نخواهی. خواهش میکنم به من بگو. دکتر بهروزی چی شده؟ من بدجوری گرفتار شدم. یه دختری خودکشی کرده و نمیخواد بگه، نمیخواد آدرس محلشو بگه. از قسمت امداد پلیس با اونام در میون گذاشتم، ولی تا این لحظه هیچ جوابی نرسیده. من باهاشون تماس میگیرم. خیلی خوب، پس با اون تلفن صحبت کن. زود باش. مرکز تلفن پلیس، بفرمایید. بله 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 بله، به مرکز تلفن کردیم. گشتیای پلیس در جریان گذاشت. منتظر خبر ما باشید. مرکز تلفن شهر توجه کنید. مرکز تلفن شهر توجه کنید. زنی که با بیمارستان رودکی تماس تلفنی برقرار کرده، حالش داره رو به وخامت میره. لطفاً عجله کنین و آدرسشو به ما بدین. سیما حرف بزن. لجاجتو یه دندگی هم اندازه داره. دکتر، من دیگه دارم بیهایش. حالا نه، سب کن. آخه این مسخره نیست؟ یه آدم به خاطر یه مش حرفای پوچ و بیهوده دست به خودکشی بزنه؟ دکتر، شما درد تنهایی و بیدوشی رو نمیتونی بفهمی. بی خود من آخه تو کی هستی؟ یه آدم لجوج و یدنده. سیما، بگو کجا هستی؟ همه چی در نظرم داره تو هر میشه.
سیما، تو داری وقت قیمتی رو از دست میدی. این کار هیچ دردی رو دوا نمی کنه. تنفسش داره پایین میره، تا نیم ساعت دیگه به کلی قطع میشه. سیما اگه نگی کجا هستی، تا نیم ساعت دیگه میمیری و همه چیز تموم میشه. خانم تو خیلی خودخواهی. من چی کار دارم میکنم؟ دارم وقتم رو تلف میکنم. اصلا تو خیال میکنی کی هستی؟ کی هستی ها؟ میخوای بمیری؟ خیلی خوب بمیر. دوستر اینطوری باهاش حرف نزن، ممکنه تلفن رو قطع کنه. اعصابت مسلط شد. دوی اعصابت کردم بگیره. من ببخش. عیبی نداره، ولی صدای تو دیگه رمق نداره. سیما تو داری آخرین نفس رو میکشی. افریت مرگ به جون چنگ انداخته. به خودت رحم کن، محض رضای خدا به خودت کمک کن. مرکز تلفن شهر توجه کنید، منتظر دریافت نشانی زنی که در حال خودکشی هستیم. شماره ای که با بیمارستان رودکی تماس داره از ناحیه 8. سیما بگو کجا هستی؟ دیگه حوصله‌مو سر بردی. ایما جواب بده، ببین چی دارم بهت میگم. اگه سکوت کنی، اگه خوابت ببره، برای همیشه از دست رفتی. سیما سیما حرف بزن. چی داری؟ من دیگه نمیتونم حرف بزن. خوابم سیما، اثرات سم مهلک قرصای خواب‌آور به روی جسمتو غلبه کردن. سیما سیما گوش کن. چی شد دکتر؟ داره از پا در میاد، هنوز کمکی نرسیده؟ مامورین پلیس و تلفن دارن تلاش خودشونو میکنن. نذار بخوابه. گشتی های پلیس توجه کنید، محل زنی که خودکشی کرده پیدا شد. خیابان پارک شماره 3. تکرار میکنم، خیابان پارک شماره 3. سیما حالا که پنجره اتاقت بازه، سعی کن خودتو به پشت پنجره نزدیک کنی. الان بهترین فرصته که از مردم کمک بخوای و خودتو فوراً به بیمارستان برسونی. بله بفرمایید. اجازه بدید یادداشت کنم. بفرمایید. الان دو واحد گشتی پلیس به طرف محل حرکت کردن. یادداشت بفرمایید، خیابان پارک شماره 3. متشکرم. محلشو پیدا کردم، خیابان پارک شماره 3. این پنجره که بازه فکر میکنم همین جا باشه. بله بله احتمال داره. تمام طبقات در اون میاد. در باز کن. هر چی در میزنه هیچ کس جواب نمیده. من میدونم چیکار کنم. دکتر احمدی من الان رسیدم، حالش هیچ خوب نیست، بگید بخش آمده کنن، من الان میام. نه جوجه یک دنده بیدار شو، اگه بخوابی میمیری. بیدار شو، بیدار شو. آروم باش. نه نه آروم باش. نه
نمیخوام. آرام باشید. حالش چطوره دکتر؟ از خطر گذشت قهرمان. متشکرم دکتر، متشکرم. خیلی نگرانش. رفع نگرانیش. راستی یه ساعت از نیمه شب گذشته، بهتره بری خونه استراحت. ممنونم دکتر، ممنونم. شب بخیر. شب بخیر. بابا این چراغ خاموش کن، من میخوام بخوابم. خیر، ساعت 3:30 نیومد. چقدر فرق میذاره بین دو فرزند؟ کجا چرا مونه؟ سیبیل نداریم چطور؟ خدایا کجا مون؟ نه نه، انقدر فکر بد نکن. آقا داداش بچه نیست که گولش بزنه. صبح که رفت گفت شب کشیک نداره. مریض خونه که خبر نمیکنه. شاید یه بخت برگشته این مخش اگ کرده باشه. خب اونم مجبوره بمونه که تعمیرش بکنه. کاش مغز تو رو معالجه میکرد تا من از این بلنگاری و بیخیالیای تو راحت میشم. نه حالا بگی چیکار بکنم؟ باشم چراغ دست بگیرم، شب و نصف شب راه بیافتم توی کوچه های تنگ و تاریک، هوار بکشم؟ ای یوحناس، کی آقا داداش شما رو دیده؟ خفشو کپه مرگت بذار رو چشم ننه جون. انگاری آقا داداشم اومد، من کپیدم. سلام مادر، تو هنوز بیداری؟ چشم به در خوش شد. تو حالا کجا بودی؟ ساعت از 3 هم گذشتی. هر وقت دیر میکنی دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. ناراحت نشو مادر، وقتی میخواستم بیام یه تلفنی شد که مجبور شدم به کمک یه آدم دم مرگ برم. صبح بخیر آقا داداش، من فکر میکردم پای یه زن در میونه. اتفاقا یه زن خودکشی کرده بود، کلی درد سر کشیدیم تا تونستیم از مرگ نجاتش. نه نه، خاک بریز رو شستم، نگفتم پای زن در میونه. شب بخیر. بعد اخلا چطوری دختر خانم؟ خوبم دکتر. دیگه فکرهای بد به سرت نزنه. این گله رو کی آورده دکتر؟ کسی که زندگی تو نجات داد. اون کی؟ راستی نمیشناسیش؟ دکتر بهروزی، بهترین جراح مغز این بیمارستان. خوبه، طبیعی. خانم سیما، توصیه شده حداقل شما یک هفته بستری بشین، برای اعصابتون لازمه. ولی دکتر من نمیتونم اینجا بمونم. قرار نشد دخل بکنی. دکتر جاوید، حال مریض من چطوره؟ عالی، از این بهتر نمیشه، اما یک کمی بدخلقی میکنه. رامش میکنم. متشکرم دکتر، متشکرم. ای یادی لجوجه یک دنده. سلام. شما؟ میخوام خودم رو بکشم، از این زندگی خسته شدم. تو نمیتونی جلوی منو بگیری. منو به حال خودم بذار. الان تلفن رو قطع میکنم و خیلی حرفای دیگه. پس شما بودی؟ دکتر بهروزی؟ آره، من ازتون تشکر نمی کنم، چون کاری که منو خوشحال کنه نکردم. اما به هر حال باید بگم که منو شکست دادی. اولا باید بدونی وظیفه یک پزشک به خاطر تشکر بیمار نیست. ثانیاً من تو رو شکست ندادم، فکر بچگانت رو مهار کردم. تو هنوزم وضع روحی خوبی نداری. من پیشنهاد میکنم به جایی که بدو کردن با من، بهتر استراحت بیشتری بکنی. کاش تلفن نمی کردم. چرا؟ برای اینکه حالا مرده بودم و مجبور نبودم نصیحت های دکتر رو گوش کنم. یعنی مردن بهتر از حرف زدن با منه؟ وقتی میبینم هنوز زنده، مثل این که خدا تمام قماشو به من دادی. دختر تو تازه اول زندگیته. این حرفا چیه؟ قصه، ناامیدی، خودکشی، آخه یعنی چه؟ نمیدونم دکتر. چرا میدونی؟ به من اطمینان کن، دکتر محرم بیمارشه. اگه غمهاتو به من بگی سبک میشی، شاید بتونم کمکت کنم. آره، من از این حرفا گذشته، ولی خیلی دلم میخواست مثل شما به زندگی امیدوار بودم. میدونی هر نوع امیدی یه روز امیدوار میشه. دنیا پر از امیده. اگه تو دنیا امیدی نباشه آدم میمیره و نابود میشه. پس من همون حرف آخرم.
هیچ چیزی مثل مرگ نمیتونه منو راحت کنه. میبینی دکتر، من تسلیم نمیشم. پس مبارزه من تو هنوز تموم نشده. دکتر بهنزی، لطفاً به بخش جراحی مراجعه کنید. شما رو صدا میکنم. دکتر بهنزی، لطفاً به بخش جراحی مراجعه کنید. میدونی الان کجا باید برم؟ به اتاق عمل، تا مغز یک مریض رو بشکافم و از بیماری نجاتش بدم. امیدوارم بتونم بدون اینکه مغز تو رو باز کنم، تو رو شفا بدم. خوشحالم که میبینم از تخت پایین اومدی. حالم خوبه دکتر، میتونی مرخصم کنی؟ عجله نکن سیما خانم، دو سه روز دیگه مهمون ما هستی. دیگه نمیخوام اینجا بمونم، داره حوصله‌ام سر میره. آه، هنوز دست از شورش بر نداشتی. تا تسلیم نهایی اینجا میمونی. خواستم قبل از رفتن یه چیزی بهت بدم. اگه برای تقویت روح باشه پرتش میکنم. اتفاقا آرامش بخشه. این چیه؟ بازش کن. قرآنه. خدا کمرم نمیکشه سرمونه، کمر خرابم. چجوری بریم؟ دو پله بالا سه پله عقب کرد، نمیکشه با دنده عقب بریم. خدا کنه کمپرس نکنه. اخش گلفاق ترکی برداشت. چرا اینجوری شده این سرولی؟ این سرولی قوچک من با دنده کمک بذارم. حسن حسن خیر ندیدی؟ خروش خونه، خبر مرگت حالا که اومدی عرم شنگه رو انداختی. قربون ننه اخمالوتم برم که سردار همه مادرها. آخه زلیل شدی، چرا این موقع شب اینقدر صدای اون ابو تیارت رو بلند میکنی؟ نه فاش ناموسی نداشتی ما. من صد دفعه گفتم، هزار دفعه دیگم میگم، من موتورم رو طلاق بده نیستم. مردم چه گناهی کردن که باید عربده های تو رو تحمل کنن؟ سلام عرض شد آقا داشت، مردم وظیفه شونه ما رو تحمل بکنن. من نه میگه الهی، من نمیگم، شاعر میگه، خیر و شرش هم با خودش میگه الهی. ما که خوشیم تو پدر هرچی ناخوش بسوزون. مگه قول ندادی که لب به مشروب نزنی؟ بازم که مست اومدی خونه.
به جون آقا داداش، به ارواح خاک آقام، داشتم مثل بچه آدم میومدم خونه که یه وقت وسط را دیدم اصغر آقا فلاکت، حسن آقا نزاکت با دو تر رفیقاش اسمال کرامت و احد شرافت خوردم به پست ما. اما کنه اونا کاره، از اونا اصرار اما انکار. اصغر آقا فلاکت گفت حسن مرچه جون ما یه چی که گفتم عشقت، حسن نزاکت گفت یه چی که گفتم عشقت. شیر رفع به خودمون اومدیم دیدیم ما موندیم و چهار بود عرق خالی. حالا چرا اینقدر پر حرفی میکنی پسر؟ لباساتو در بیار بر بگی بخواب. چش ننه، خلق خوشتو ناخوش نکن. چمنتم چکلتم باشی بگی منه. اقید درد میزنی ننه؟ سب کن ببینم. بیا بیرون بینم. بیا سر این پاچره بگی تو هم پاچرم بدم دست بر. آهان در من بگی بارش کن واسه تو. نه نکن بده شما. خیلی خواب خواب هیکلو کلی کار دست مردم داده این هیکل. هیچ میدیم چه یاری سیبیل بکه سیبیل مریض اتاق 24 کجاست؟ دکتر جاوید مرخصش کرد. ببینم پیغامی چیزی نذاشت؟ نه خیر دکتر. متشکرم، بفرمایید. سلام آقا، با کی کار داری؟ ببخشین، سیم خانم نیستن؟ نه آقا، دیگه اینجا نیست، بعد از اون اتفاق از اینجا رفت، دیگه هم بر نگشته. نمیدونی کجا رفت؟ نه آقا، نمیدونم. بله، متشکرم. به سلامت. بخور مادر، از دهن میافته. شومتو نخوردی؟ سیرم زین کرده ای؟ میرم بیرون این وقت شم؟ خوش ندارم چین قماتو پیشونید ببینم، ببینم چی شده. هیچی، چیزی نیست.
وقتش خشتن یا استعاله استاد و درد این کافه آدمو به رزق میاره یه تکبی بریم تو عقل داشت رو ماره زیری ننجا باشه دیگه دو اره هستن مرچه تا قیومه قیومت قلومه ده ماشه بس دیگه فرمان چمان هستن ارو سولات رو برد چی کار میکنی آقا بیر واسه جاهل آف داره بله حق بابا اخت درش یه چیکه واسه سباب شدن خوبه بله بابا باید کسته اجازه جانه سینا جون چی رو گرفتی؟ الان نوبت توه نمیدونم چی بگم اختر چی شده؟ جون اختر بگو چی شده آخه کسی که نباید من اینجا ببینه اومده چی؟ همون دکتره؟ آره دکتر بهروزی بیا اون آدمی که من میبینم اونجوری غم زده نشسته عاشقه ای ناقلا گلوت پیش خوب کسی گیر کرده ها من الان چی کار بکنم آخه دلم داره میلرزه به خدا این حرفا کدومه برو روسن کارتو بکن اون اگه تو رو دوست داشته باشه هر جور که باشی دوست داره برو
باور کن، آخه دوست دارم، اینو باور کن. نگاه حتی با نگاه هم آشنا شد. دیریم دیم دیم دیریم دیم دیم دیریم دیم. بح 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 چه مسافره کردم. بذاریم بفرمیم بفرم خشمندم. چه چمنم چاکرم مخلصم. فرمون برم بفرمیم بفرمیم چمنم بفرمیم. آقا داداش خوشحالم که خوشحال میبینمه. چرا زودتر نگفتی که دلت تو قمار عشق باختی؟ بله میفهمم چکر میفهمم دلت بگه دلت. زن داداش ببخشین آقا داداش ام بفرمی کجا برم؟ شناسنامه شهر دست تو حسن آقا، من و سیما امشب مهمون توریم. آقا داداش چمنتم بالاخره یه شب آقا داداش مهمون ما شد که البته مخارجش با خودشه. تو این مدت بهت عادت کرده بودم. وقتی اون روز صبح به بیمارستان رسیدم مثل همیشه اومدم تو اتاقت. وقتی چشمم افتاد به تخت خالی و رخت خواب مرتب شده فهمیدم که گذشته بی خبر رفتی. چجوری برات بگم، یه مرتبه تمام بدنم یخ کرد. حال من از تو بدتر بود. منم گرفتار محبتهای تو شده بودم، اما میترسیدم بهت بگم، میترسیدم بهت بگم دوست دارم، میترسیدم بهم بخندی. آخه خیلی از مردم شغل منو بد میدونن، فکر میکنن هر خواننده و رقاصی باید نانجیب باشه. شاید مردم اینجوری فکر کنن، ولی وقتی آدم گرفتار شد دیگه این حرفا فراموش میشه. چیه؟ چرا ناراحت شدی؟ آقا اینا اوباش کی باشن؟ صفتری. صفتر کی؟ دوست اختری. و مشکل داد شاد بفرمین اختر کی هست؟ همکار منه، تو کاباره کار میکنه. حالا چرا این سگ چارچش ما رو بپا؟ خب حرف حسابشون چیه؟ آخه صفتر مدتی به من پیله کرده، آدم پر درد سریه، نمیدونم بالاخره میخواد چه بلایی سر من. سگه چی باشه؟ اگه آخداش اجازه بدن الان پیادشو میکنم. حسن کتاب کلکی تو باقی. خدا سر به سرشون نذاری، اونا آدم های خطرناکی هن، خون را میدازن. آره سیما خانم بلای سرشون بیارم که مرغای هوا با حالشون قارقار کنن و سگای بیابون باغ باغ کنن و ماهیای دریا هوار هوار کنن. حالا از زیر میز بیا جاتو با من عوض کن. واسه چی؟ هرچی حسن میگه گوش کن. سیال مطل نکن، باید میفهم. فعلا ساکت باش، بعد همه چی رو میفهم. آخه این چه کاراییه؟ من سردم میره. حالا چطور؟ شب خیلی خوبی بود، در جوارتون خوش گذشت. مامان جونم منتظره. شب بخیر آقایو. شب بخیر. قربون شما. شب بخیر. مرحبا. از دست این لافلوت آدم این پیچ آدم شما. خانم،
ما خانم کجا با این آجاره؟ تفت تفت بابا تو کار داره من که دست سخته من کار مادر نداره نه کسه بی کسه کار ما رو رنگ میکنه نه کسه بی کسه کار خودتی تو رو که رنگ میکنم هیچی آقا تم رنگ میکنم یه الان اینه فانوس رو هم چینت میدم در اومدی قرمه سفره همه خوشگله حالا دیگه با ما آماره بیا بیرون ببینم بیا بیرون کارو میبنی بیا بیرون یه بریم حسن شما بفرم آقدا داشت بنده یه کار خصوصی ده میام خیلی درست بیکی بینم آخه نمیتونه چون که باید فرار کنم بیشا بیرون خواست بیشا بکن بی بیرون تم نشکستم و گسیم ها کجاست چطور شد یا قیبه سعد اختر اگه بخوای بری من عوضی بری کلاکت کنده به خدا دروغ نمیگم صفدر چند روز یک ازش خبر ندارم تو با اون زندگی میکردی چطور میشه ازش بی خبر باشی از اون شبی که دیدیش یه چند روزی پیش من بود از اون شب دیگه نه به خونه میاد نه به کاباره نمیدونم کجا رفته آخه چه دروغی دارم بهت بگم هر جا باشه پیداش میکنم نمیذارم اینجوری بمونه اختر اگه دیدیش از قول من بهش بگو مگه دستم بهش نرسه این خط این نشون
جوابمو ندادی. چی بگم؟ بگو آره. هر چی فکر میکنم میبینم من اون پایین هستم و تو اون بالای بالا. وقتی فکر میکنم میبینم من به درد تو نمیخورم، شاید نتونم خوشبختت کنم. گوش کن سیما، منم از یه خانواده پایین شهرم. پدرم کارگر بود، کلی زحمت کشید و خرج تحصیل منو داد تا دکتر شدم. خونه‌ای که من و مادر و برادرم توش زندگی میکنیم هنوز که هنوزه تو پایین شهره. من یه اشراف زاده نیستم، میبینی که خیلی به هم نزدیکیم، میتونیم با هم کنار بیاییم. از این گذشته وقتی پای علاقه و محبت در بین باشه فاصله ها از بین میره. فقط به من قول بده تا روزی که با هم هستین صاف و یه رنگ باشی مثل این آب زلال. حالا که تو میخوای قول میدم، قول میدم هر جوری که تو بخوای همون جور باشه. میخوام زندگی گذشته تو هر چی که بوده هر جوری که بوده فراموش کن. قول میدم. قسم بخور که هیچ وقت حتی یک کلمه بهم دروغ نگی. قسم میخورم. قول بده هر کی و هر چی تا حالا تو زندگیت بوده همینجا برای همیشه خاکش کنی. قول بده از این به بعد هیچ کدوم از همکارای گذشته تو نبینی و گذشته ها رو فراموش کنی. قول میدم. منم قسم میخورم که بعد از خدا همه کس و همه چیز من تو باشه. منم قسم میخورم. خب یه چیز دیگه. دیگه چی؟ میخوام یه چند روزی مرخصی بگیرم. دلت میخواد کجا بریم؟ مرد صاحب اختیار تو بگو.
آشنا شدن یه روز جداییه، یه روز جداییه، بیای آشنا که با دست خدا حل بشه این معنا. باید برم بیمارستان. تو که چیزی نخوردی؟ چرا؟ راست میگن وقتی مردا زن میگیرن چاق میشن، ولی من باید مواظب شکمم باشم. تو عشق منی سیما. میخوام بهت مژده بدم. مژده؟ آره. میدونی تو به زودی پدر میشی. چی؟ تو آبستنی؟ مصابه بچه میشی؟ آره عزیزم. فدای شما شدنایی. بخورم زمین. ببینم پسرمون کی به دنیا. از کجا معلومه که پسره؟ من مطمئنم که پسره. خیر دختره. نه خیر پسره. نه دختره. من میگم پسره. باشه هرچی تو میخوای همونه. اصلا که دو قلو میزایی، یه پسر یه دختر. باشه. خدافز. خدافز. ازم سیر شدی؟ نه. پس یالا نه. آخه چرا؟ به یه شرط. تو بیا، هر شرطی باشه قبوله. میخوام جواب بی حرمتی اون شب دکتر رو بدن. میخوام حتی واسه یه دفعه هم شده تنهایی رو در رو چشم بیافته تو چش سینا. میخوای با دست خودم برای خودم رقیب بتراشم؟ اون حالا دیگه شوهر داره. فکر بد نکن، من یه موی تو رو با صد تا مثل اون عوض نمی کنم. باز کاری کنی که یه روز تو همین هفته اونو بکشی به خونه ای که نشونیشو بعدن بهت میدم. همین؟ این که کاری نداره. حالا بیا تو بغلم گرم. الو، بفرمی. سلام، تو یخته؟ خیلی بی‌معرفتی سیما، عروسی کردی به ما شیرینی ندادی. ازت خیلی گله دارم، به کلی منو فراموش کردی. نگفتی یه وقت ما با هم دوست بودیم، آشنا بودیم؟ هر زنی که شوهر کرد باید همه درها رو خودش ببنده. شماره تلفن من از کجا گیر آوردی؟ کی بهت داد؟ کی میخواستی بده؟ شوهرتو تو این شهر اینقدر سرشناسه که از هر کی بپرسی شمارشو بلده. اقلن میخواستی تو این مدت یه حالی ازم بپرسی. ببینی من مردم زندم آخه. گله نکن اختر، به خدا من تقصیری ندارم. میدونی چیه؟ شوهرم خوشش نمیاد من با دوستای گذشتم رفت آمد داشته باشم. حالا فهمیدی؟ ببین سیما،
از اینکه تلفن کردم ناراحت نشو. مدتی وضعم خوب نیست، بیکار شدم. اگه ممکنه یه خورده پول به من قرض بده. چقدر؟ 500 تومن؟ بی خدا ندارم. ببین 200 تومن الان میتونم بهت بدم. نه نه نه، خودت نیای اینجا، یکی رو بفرست بدم برات بیاری. قربون تو، فدات شم الهی، خدافظ. عالی بود، حالت خوب بازی کردی، خوشگله. بگیر اینو تایی کنم. چشم. الو؟ بله بفرمایید، خودم هستم. شما؟ دونستن اسم من دردی رو دوا نمی کنم. فقط تلفن کردم شما رو از خواب بیدار کنم. این اعتماد و خوشبینی بیش از اندازه به صلاح یه مرد نیست. میتونم ازتون خواهش کنم با گوشه و کنایه حرف نزنیم؟ آی دکتر بهروزی، سربسته بهتون میکن. یه زن کافه‌ای همیشه زن کافه است. هیچ وقت اینجور زنا دست از هوسبازی و هرزگی‌هاشون بر نمی‌دارن. سیما قبلا معشوقه یه مرد دیگه بوده و حالا که با شما ازدواج کرده هنوز با اون مرد رابطه داره. میدونین این کار ناجوان مردونه است. من وجدانم قبول نکرد شما رو در جریان نگذارم. شما مرد خوشقلبی هستین. خواهش میکنم چشماتون رو وا کنید آقای دکتر بهروزی. موفق باشید. واضح‌تر صحبت کنید. الو الو الو. یه زن کافه‌ای همیشه زن کافه است. سیما قبلا معشوقه یه مرد دیگه بود و حالا که با شما ازدواج کرده هنوز با اون مرد رابطه داره. انگار نوبرش آوردن. مگه ما اینجا لولوس خریم؟ اون منم که بس بکم نوبته. که اصغر و استاسه محمد شاطر تقی سکخور بار بزنن به جنوب، جلیل زغالی عباس بیگنا صمد میراخور بار کنن واسه شمال. همین بری رد کارتون میرم. آخه بیا آخه لب بدوز بزن نسیم بیاد بار بینم. برو اصلا بخش از خانه شما چه میشه؟ همش خور میزنم. با ما عمری بود آخ سفته. جلدی میپری سر صورت و صفا میدی. میخوام بفرستم دنبال ماموریت. این دور باز کجا بریم آخ سفته؟ همون جای قبلی منزل آخ دکتر. قربون برم آخ سفته رو. قربون تلاشو بود بینم. ناکرتیم. سیما خانم یه چیزی میگم یه چیزی میشنفیم. در زندگیش تو هم پیچیده، بیکار شده، الان مریض و بیحال گوشه رخت خواب تو خونه دوست شهین افتاده. باور کنین پول نسخه دکترش هم نداره. مگه الان تو خونهش نیست؟ نه سیما خانم، صاحب خونه بیرمش کرده. آخه من چیکار میتونم واسش بکنم؟ اون دیگه بسه. سلام عزیزم. اون مرد کی بود؟ کدوم مرد؟ همونی که داشتی باهاش حرف میزدی. اون مرد موتور سوار. اون آره. اون مرد، اون مردی که با عجله رفت، اون کی بود؟ اون چیز بوده، یه آدرس عوضی داشت، دنبال منزل آقای محمودی میگشت. عزیزم تا تو لباساتو در میاری من برم نهارتو بیارم. الو، بله، لطفاً گوشی خدمتتون. آقای دکتر، تلفن. بفرم. مرسی. الو، بله. لطفاً یه دقیقه. شما بعدم بیه. بله. بفرمایید. آخه تو کی هستی؟ از جون من چی میخوای؟ چرا مثل خوره به جونم افتادی؟ راحتم بذار. گوش کن آقای دکتر، عصبانی نشو. به شرافتم قسم میخورم که من منظوری جز خیر و صلاح شما ندارم. حق با شماست. حقیقت طعم تلخی داره، کشنده است. اما یه مرد باز تحمل داشته باشه. اگه از کوره در نمیرین به این موضوع خوب گوش کنین.
سیما عیال سرکار تا چند دقیقه دیگه واسه دیدن اون دوست مردش به یه خونه فساد میره. زنی که قدم به ناجور خونه بذاره من فکر میکنم دیگه کارش تمومه. آقای دکتر اگه این حرفا رو قبول ندارین میتونین همین الان به این آدرس مراجعه کنین. خیابونه شده. مثل که حالتون خوب نیست. چی گفتین؟ گفتن مریضتون تا یک ساعتی دیگه برای عمل حاضر میشه. لطفا آماده باشه. بله بله باشه باشه. بسیار خوب. یلا یلا دو تا شیله بساطه لبشی را بساطه اجامه یاد ایت بساطه افتیه بینی جا دو دفعه بود در سکر بین یلا بین برا کن باشی یلا بین برا باشی نشو کن سبر سبر کن یلا یلا برا خانم دار نتون برو بالا برو بالا برو تو یلا 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 بین یلا این دست شمالا این دست شمالا بینم کشه بلا برو بلا کشه بلا یلا یلا برو برو بینم برو بینم یلا برو 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 برو
خیلی با مدرد همه چیزو میگم میگم که همه این شما رو تو بپا کردی خفه اگه لب با کنی با آتیش میکشونمت صفدر تو همیشه تو زندگی به خودت فکر کردی تو خوش باشی گور پدر دیگرون بسه گورتو گم کن دیگه ازت حالم به هم میخوره سب کن وقتی چشم با کردم همه چیزم ازم گرفتی حتی ناموسمو بعدم انداختیم گوشه کافه ها ازم خواستی که سیما رو ببینی به هم نگفتی که میخوای زندگیشو به باد بدی صفدر من میرم از سیرت پیاز حقیقتو به دکتر میگم که زنش بیگناهه و تمام کلک ها زیر سر توه تو منو گول زدی تو اونو بدبخت کردی تو چه خافه شو دهانه تو کل میگیری و بی بیترم زنده باشی که بگرم شکتی کسی کنم اگرم بزاشم تو زنده بمونی نامرده میتوشم بیترم آخ جان عجب مسافر جان چشی هن کریم خان میخوره چرا کریم خان بخوره خودم میخورم که مستحق خوردنم بفرم بخوره بفرم بطل مبلغ بچه بینا جه بار میره خانمی اگه یه مرد سبزه و تو دل برایی مثل من و یه زن سفید و باحالی مثل شما رو هم بریزن میدونی بچهشو هول باقالی در جه نگردان میخوام بیادش کجا خانم اگه به کریم خان نرسیدی بس آخه چه بی احترامی از چاکر سردن که یه ها بشگره خالی کردی مردی که این پدر سوخته که هیده مردش رو اون شکل بد ترکیب سیاد رو ببرم خانم جون فاش نده این شکل رو که میبینه کلی کشت مرده داره میگم که من نمیگم شاعر میگه سبز و سفید یه ست تومن ترخ و سیاد 300 تومن حالا که رسید به سبز هر چی بگه میارزه قربونم بره الهی بلاخره رسیدیم الحمدلله رب العالمین خدا منو دادرم بونه ایشالله سلام علیکم قاسم آقا بابا دست کن جس خوش گلی به گوشه این جمالت حسن آقا مرده من صبح خروزخون بارو به تو تحویل دادم تو سلات زور آوردی برده قاسم آقا به جون تو نباشه به جون هرچی نامرده تو را که می اومدم چشم خورد به یه پیر زن علیل زمنگیر افلیج دست جلو هر ماشینی دراز میکرد هیچ نامسلمانی بهش نحل نمیذاش قاسم آقا تو نمیری تو این دور زمانه انسانیت پر زده آقا انصاف و مروت دود شده رفته به هوا اینجا بود که وجدانم منو صدا زد و گفت حسن مورچه گفتم جون مورچه گفت میازار موری که دانه کشست خلاصه یک کلون قاسم آقا تو مرام یه رنگی و لوتیگیری با وجدانمون ما هم زرد بیزنیم رو ترمز و اون ضعیفه مستحق و سوار کردیم رسوندیم مرز خونه حسن مرچه شین مادرت حلاله چی؟ انشالله که خیر از جوانیت ببینی باید باید تا خدا من از آجم کنه با خیلی ناکارش میکنم خود سه ساله بیتی کنم بگی بینم بابا آنوتی بابا آبجی ما آره آبجی ما من با آبجی شما آره بابا هی بلا آسم آقا تاله چی میگفتم بیا کار خیر بکن بعد شهرش تو مانتو میگه چه کار خیری بیشرف تو نمیگفتی بچه‌مون گل باقالی در میاد نه
مرزت آقا. قاسم آقا نمیره جفتتون بمیری من اصلا بچم نمیشه. توف برود بیاد حتم بود که این بود کار خیره. مگه تو تومت آمد ناکس بیمعرفت موضوع تجاوز چیه؟ چه؟ تجاوز؟ خانم من به شما تجاوز کردم. میخواستی بکنی؟ ای بله با مولا قسم الان خونه تو خرم میکنم. راستش بگو قضیه چی بود؟ توجه کنه آینه محترم، توجه کنه. بنده این ریختی اومدم نشستم پشت موتورم، سویچ کردم تو سوراخ سویچی ترمز رو، یعنی این هندل زدم، ماشین روشن شد، گذاشتیم تو دنده با سلامتیتون. دنده یک و دنده دو گاز اول به دیوار دوم رفت. بابا بودی. به خاطر تو از همه چیز بریدم. به هم قول دادی، قول دادی که با هم یه رنگ باشیم. پس چرا، پس چرا به هم نارو زدی؟ چرا به هم دروغ گفتی؟ تو چی میگی؟ با کی هستی؟ زن هر جایی تو که زندگیمو به پات ریختم، اینجوری جواب خوبی و محبت های منو دادی. تو فرود بیاد چوته، مگه دیوونه شدی؟ آی چه تا شلوغ کردی؟ را کنار دستت شاپم با کی این وقت شد؟ آقا دستا همه لکن علی پسرم چی شده مادر؟ چی شده؟ آقا نبینم چی شده؟ انگاری که عرق خوردی. حرف بزن آقا داداش، حرف بزن. بسه ای خدا داداش، خیلی عوض شدی. شما که الان حرفا نبودی، شما با بدمستی بسه دیگه. خفش رو آزن خفش رو آهی چه میشنی؟ بسه مادر نه مادر بسه نه حتما یه قمی تو درشه زفت در درشه سرمان کنه آقا داشت درد دوست دارم. چی شده مادر؟ حرف بزن بگو مادر چی شده؟ آخه شماها چه میدونی؟ لشکر غم به جونم خیمه زده. دل بیغم مال خداست آقا داشت. کمرم شکست خورد شد. بازی ما حرفت شده؟ نه خدا نکرده مریضه؟ نه آقا داشت تو رو بروای خاک آقام بگوشی شده. مادر عروست مرد. ای مرگوی آقا من پنی پا شد.
شراف مرد ناموسشه، وقتی نداشت هیچی نداره. مادر اومدم بهت سرسلامتی بدم، سیما مرد، منم به خودش کشت. اون شرف و آبروی منو به باد، ناموسشو فروخت مادر. سر کار منم میخوام بیام. اونجا که جای تو نیست مادر، تو خونه باش با خاله خانم بازی کن. ماما من خاله خانمو دوست ندارم، نمیذاره برم تو کوچه با بچه ها بازی کنم. خب حق داره مادر، خدایی نکرده گم میشی، اون وقت من دیگه شهرام ندارم. و نمیخوام منم میخوام باهات بیام سر کار. منم میام شهرام جون، بیا خودم میبرم ات پارک، اونجا با بچه ها بازی کن. اون دروغ میگه، منو نمیبرم پارک. منم خون بیام. چرا عزیزم، وقتی کارشو کرد حتما میبرتت پارک. بنده باز خاله خانم جون، با خاله جون میریم بازی میکنی. موبایده به خودت داشت ننیگم. باشه خانم. بیدار کردم.
حالا چوبم میدی؟ چرا نه؟ بی نمک بگی هی شورشو میگیری حواس که واسم نموده ماده داخل واسم بده کلی هم کار نمیکنه دارم از قصه دق میکنم آخه کی باورش میشد علی که یه روز چشم و چراغ همه بود حالا معلوم نیست شبا سر به کدوم بالین میذاره چجوری شبا روز میکنه ننه خدا کریمه خودش یه روز خسته میشه فکر خیال از سرش میفته و برمیگرده چرا نمیری دنبالش مادر؟ ای والا ما تا حالا ده تا نیم تخ به کفشمون زدیم بازم میری دنبالش اما اون که هرچی نویه ما نداره باشه مادر جون ولی تو باید هر طور شده بیاریش خونه پاشو برو بیار جونم پاشو قربونت برم پاشو مادر قربونت باشه ننه هرچی که بگی چمنتم خدا عوضت بده مادر جون چطور میتونی کوچولو حالت خوبه فینگلی؟ خوبه امروز دیر اومده نه خیلی هم به موقع اومدی ببینم شهرام بابات میدونه تو اینجایی نه بابام اینجا نیست رفته مسافرت ولی مامانم میگه اون زودی بر میگرده بیا این بالا بایس همینجا تکیه بابام رفته قولا رو بابام رفته قولا رو بکشه آخه اون خیلی زور داره مامانم میگه بابام وقتی قولا رو کش اون وقت سوارش به سفید میشه اون وقت میادش خونه پهلوی من اون وقت من وقتی بابام بیاد سوار اسبش میشم میگم تو هم سوارش کنی باری کلا کوچولوی مامانی میدونی من تو رو خیلی دوست دارم آره میتونم حالا تو بازی کنی بازی کنی؟ خیلی خوب باشه بریم بازی کنی بنداز نمیام که بلاخره پیدم کردی شوکیان یو بندم یو هم قابل برش کنم سلام علیکم آقداش گل چه عجب تکونی به خواهید دادی میبینم رفیق چی نوردی سلام علیکم تو کی هستی؟ من داش آقداشم شما چی هستی؟ منم رفیق آقداشم خب پس منم آقموتم نه چونم به قیافت نمیاد به خودی تو به ما نچسبو من اصلا قمو نجارم خب پس آقدایتم چون خواهی نکن جایی هم نجارم خاله زادتم، خواهر زادتم، برادر زادتم، عمو زادتم، اصلا مادر زادتم، اصلا چمنتم چمن چیه؟ آه چمن دیگه چه چاکرتم بی مخلصتم نو نو کردم به چند آو سقیل شیام برمون گرد پیدم حالا یه دقیقه با اجازه برم خدمت آقا داداش واجب العرضم بی چمنتم چه چاکرتم نو نو کردم سلامت درسم چرا این برا اومدی؟ والا چه عرض کنم اگه تو چک و چونم نمیزنی اگه رو نوکت زمین نمیدازی خواستم بگم یه توتو بیه خونه اون پیرزن قمزده واسه دل ناگرونه چرا نمیذارین به حال خودم بمونم از من چی میخواید آقداش من ناگردم ننه روز و شب ننه همش نشسته و عش میریزه خدا رو خوش نمیاد من در ازای خدا یه توتو بیه اون تو رو ببینه
من دارم میرم. کی برمیگردی؟ ببین برد و برمیگرده، من بهت قول میدم اون هیچ وقت این ملک پدری را دست نده. باشه برو، منتظرت میمونم. خداحافظ. خداحافظ. خب بایزه بزرگترم، مرمت عالی کم نشه، سایه عالی مستندم شمانه دم. عرشتی که گفتی برام بیاری یا یادت باشه ها، بیاری یا حتما میارم. بریم. خوشتی منو بسه دیگه. آه مثل این که داره یادم میاد، شما دکتر نیستی؟ چرا؟ ببینم اسمتون دکتر بهروزی نیست؟ چرا؟ درسته، ولی شما کی هستی؟ سیما کجاست؟ سیما زنتونو میگن؟ مگه اونو میشناختی؟ ما با هم دوست بودیم. اون مرده. مرده؟ آره، بعد از اون ننگی که بالا آورد برای من مرد. نه، اون بیگناه بود، هیچ تقصیری نداشت. شما منو نمیشناسید، من اخترم، حق دارین که منو نشناسید، چون من خیلی تغییر کردم. ما با هم توی کاباره کار میکردیم. تو دوست صفدر بودی، درسته؟ آره، خوشحالم که صفدر مرد. یعنی من اونو کشتمش به خاطر سیما. چند وقتی بیشتر نیست که از زندون آزاد شدم. باعث تمام بدبختی های تو و سیما صفدر بود. صفدر بود که سیما رو به اسم دیدن من به اون خونه فساد کشوند. شما و سیما رو خونه خراب کرد، بالاخرم تقاصش رو پس داد. ولی دکتر، زن تو پاک و بیگناه بود. تو چی داری میگی زن؟ به اون خدایی که منو تو رو آفرید دارم حقیقت رو میگم. سیما بیگناه. من همون روزی که جریانو فهمیدم خواستم بیام همه چیزو به شما بگم، اما صفدر نذاشت. منم اونو کشتم و رفتم زندون. از پشت میله های زندون دستم به شما نمیرسه. حسن اینجا که نیست، این طرف رو باید باشه. نیستش، از کجا رفته؟ آقا جان،
تو رو خدا، تو رو به علی، تو رو به امام اولی بیبرین. بریم سیما رو پیداش کنین. حالا که معلوم شده اون بیگناه، نباید وقت رو تلف کنین. بریم از زیر سنگ دم شده بگردین پیداش کنین. حسن، منم برای پیدا کردن سیما دل تو دلم نیست، اما به این بچه قول دادم که واسش عروسک بیارم. نمیخوام چش برایش بذارم. آقا داش، امرو که نیستش، فردا میام بهش میریم. جریمش من یه بستن قیفی براش میخرم. باشه، بیا بریم. آقا داش، چانتم، چه چاکرتم، می مخلصتم، نون نون کردم. چی بکر باید فورم برسیمش بیگر سران رو دکی بله هنه بجو بسا آقا چه شده چه خونه نگاه خدا به خدا باید ماشین تصادف کرده برید کنه من اموشا برانکار بیایی خدا بیاری باشا سوتا شما باید 3000 تومان مرمت کنید. 3000 تومان؟ برای مخارج اولیه. نمیشه بعدم بپردازن؟ نه آقا، مقررات بیمارستان باید رعایت بشه. حسن، دستم به دامنت، یه کاری بکن. آقا داش، حسن محسن نوکرت، بی خیال این حرفا باش. به خدا چمنتم، تا حسن داری چه غم داری؟ الان میرم، اگه زیر سنگ شده این پول فراهم میکنه میرم. برو ببینم چی کار میکنی. الله چمنتم، چه چاکرتم، می مقصدم نوکرتم. به قول شاعر، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیا. این موتور با این همه محسنات داره چوب حراج میخوره، خریدارش خیلی میبینه. قیمتی که روش میذاریم 3000 تومنه. کیو 3000 تومن؟ 3000 تومن یک، 3000 تومن دو، 3000 تومن سه. نبود یه خریدار جمومت پیدا نشد؟ خوش ملک خورده، همه جیبا رو پشت رو کردن. یک روزه گارو بیانسا حسن مرچه، چرا بخوام اتارتو بفروشی بره در؟ احمد آقا، جونتا یک گرفتاری پیش اومده که ناتارم برفوشمش. چه گرفتاری داشی؟ های جونه، یه بچه در وسطه. پول این موتور میتونه جلوی مرگشو بگیره. باید همین الان هر تا شده موتور رو پولش کنم. ببین حسن مرچه، موتورتو نفروش، چون کار خیر در پیش داری. بریم تو میدون، حداقل 100 تا جوان مرد و لوتی پیدا میشه که هر کدوم میتونن یه جوری کارتو راه بندازن. هنوز تو این ولایت جوان مردی و لوتیگری نمارده. بره در دکتر، داره وقت میگذره، چرا عملش نمیکنین؟ فعلا دکتر و جراحمون در بیمارستان نیست، باید صبر کنین تا بیاد. تا اون بیاد دیر میشه، این بچه احتیاج به عمل فوری داره. چاره‌ای نداریم، گفتم باید صبر کنین. اون بچه داره میمیره، حالا از یک جراح دیگه کمک بگیرین. متاسفانه فعلا به کسی دسترسی نداریم. پس اجازه بدین من خودم عملش کنم. شما؟ خواهش میکنم این اجازه رو به من بده. نه، من فکر میکنم شما اعصابتون رو به کلی از دست دادین و دارین هزیون میگین. نه، شما بخشی آمپول متکم به شرط بکنین. شما اشتباه میکنین، بلم کنین آقا، شما اشتباه میکنین، به قیافه نگاه نکنین. من دکترم، من یک جراحم، جراح مغز. اون بچه داره میمیره، نجاتش شب کنین. دکتر جاوید، شما که اینجایید، شما بگید که من دکترم، شما که منو میشناسید. دکتر، منم علی، دکتر علی بهروزی. منو نمیشناسی؟ اون بچه داره میمیره، اجازه بدین من خودم نجاتش بدم. دکتر بهروزی،
این تویی؟ خوشحالم که میبینم. این چه وضعیه؟ دکتر جاوی جون اون بچه در خطره، کمک کنین تا نجاتش بدین. دکتر من به تو ایمان دارم، ولی الان صلاح نیست تو این کارو بکنی. مدتی از کار دور بودی، از اون گذشته ببین دستات چجوری داره میلرزه. از من میشنوی این کارو نکن، نخوا که باعث مرگ اون بچه بشی. دکتر قول میدم نجاتش بدم، خواهش میکنم این حقو به من بدین. باشه، به مسئولیت خودی، ولی اگه از من میشنوی بازم میگم صرف نظر کن. دکتر جاوید مثل گذشته، مثل همیشه به من اعتماد کن. اتاق عمل حاضر کنید. آقا جماعت، هر کسی هر چی دستش میرسه کمک کنه. آیا قرون ساو یه تومن، یه تومن ساو یه تومن، آیا چون یه بچه در بیمونه، هر کی نقضو نیافته به این بچه کمک کنه. هنوزم بهترین جراح این شهر. متشکرم دکتر جان. خدایا شکرت. سیما جون گریه نکن، آروم باش، ایشورا خوب میشی. ناراحت نشو. اون نبردم نیاکو، پول نبردم پول. بوله برده ده کلا رو بسا بیو حالا با بر بشتاره میگنده زنده داری بگو برخونه بچم با باباش با اون که خونه قموشه.